وقتی حرف از لایت میشه بایدم یه همچین چیز خوش دستی بیاد زیر دستت. 13 لایت اینجاست، دیر اومده، انقدر ظریفه که نمیشه گفت شیر اومده، بچه شیر اومده این بچه. بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قبل از هر چیزی همین الان ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرمه. چنل رو ساب دارید دیگه، اگه ساب ندارید محتوایی رو از دست میدید که جای پیدا نمی‌کنید. بریم سراغ بخش اول. بخش یه توضیح بدم اصلا این گوشی 13 لایت شیائومی چیه. یه گوشی تو بازه قیمتی 14-15 میلیون، بازه فوق‌العاده حساس کنونی که رقیبای فوق‌العاده زیادی هم داره. بخش اولش بخش طراحی بهترین بخش این گوشیه. از بس که این گوشی خوش دست و جذاب و خفن و کیوت و باحال و بانمک و سبک و تو دست و بهشته، واقعا جذاب طراحیش. تو دست بودنش، پشت و جلو شیشه است، قاب پشتی براق ستارنگ داره، صورتی مشکی آبی، آبیش اینجاست که جای اثر انگشت خیلی روش میمونه ولی خیلی راحت تمیز میشه. البته که قاب ژله‌ای تو باکسش هست، میتونید ازش استفاده بکنید. پکیج دوربیناش خیلی زشته. دیدی طاووس پراشو باز میکنه، همش نگاه میکنه به پاهاش. طاووس پاهاش زشته ولی پراش خوشگله، یعنی کلن خوشگله ولی اون پاها همه چیو میزنه خراب میکنه. این پکیج دوربینم هم به نظر من همون نقش پای طاووسو داره توی زیبایی این. یه ترکیب زشته، نگاه کن شما، یه ترکیب فوق‌العاده زشت و عجیب غریب که خرچ. خلاصه که 3 تا لنز و به اضافه 2 تا فلش تو خودش جا داده، یعنی یه فلش دوال که این بالا سمت چپه با بیرون زدگی نسبتاً معقول، رنده. این اینجاش یه کروی داره که واقعاً تو دستش میکنه گوشی فوق سبک، دور تا دور گوشی. زیرش درگاه تایپ سی، اسپیکر، میکروفون، خشاب سیم کارت، لبه سمت راست دگمه پاور و کم و زیاد کردن صدا، خیلی استخونی و باحال. بالای گوشی هم یه دونه میکروفون و یه دونه مادون قرمز و همین لبه سمت چپش هم کویره. صفحه نمایش هم تخت نیست، کروه و من خودم نمایشگرای کرو دوست ندارم به چند علت. یکی اینکه اگر بشکنه گرونه و خیلی راحت تر از نمایشگرای تخت میشکنه و گلس هم حتی درست حسابی روش نمیشه چسبوند. گلسایی که روش میچسبونن معمولا یا ور میاد یا حسگر اثر انگشت رو از کار میندازه، به خاطر همین من خیلی دوستش ندارم. حاشیه های نمایشگرش از بغل به خاطر کرو بودن خیلی معقوله، بالا پایینش یه مقدار زیاده. دو تا سنسور سلفی داره که مثل داینامیک آیلند اپل اون بالا توی پانچول دیده میشن. در مجموع طراحیش با گواهی IP53 که داره فوق‌العاده خوش دست، خوراک خانوماست. خانوما طبیعتاً دستشون ظریف‌تره و این گوشی اعجاب انگیز. البته آقایونی هم که ظریف پسندن میتونن خیلی حال بکنن. ظریف پسند یه دونه تبلیغ نبود؟ یه برند قالی‌شویی نبود؟ ظریف پسند نبود ولی کاری نداریم. طراحیش یه تیک خیلی بزرگ خوب میگیره به نظر من، چون واقعاً خوش دست و سبک و جذابه. بریم سراغ بخش بعدی، بخش صفحه نمایش که یه تیک بزرگتر میگیره. یه نمایشگر AMOLED 68 میلیارد رنگ 6.55 اینچیه، 1080 سوپر با کیفیت دالبی ویژن و HDR 10 پلاس با روشنایی معمولی نه خیلی زیاد، که واقعاً نگاه کردن به این نمایشگر اعجاب انگیز خفنه. 120 هرتز هم هست که کارو براتون شیرین در میاره. هر چیزی از خوبی این نمایشگر بگم کمه، واقعا نمایشگر با کیفیتی تمام، دیگه توضیح نمیدم اصلا. بگذاریم بخش بعدی، بخش باتریه. باتری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت. طبیعتا وقتی داری یه گوشی لایت میخری سبک و خوش دست، اثرش روی باتری خودشو نشون میده. این گوشی هم تقریبا یه روز کاملو توی استفاده‌های معمولی رو به پایین میتونه بهتون شارژ بده. اگر استفاده زیاد میخواید بکنید بهتره که سمت لایت نرید. اگه دنبال بازی کردن و نمیدونم کار کشیدن از گوشی هستید، باتری این گوشی یه روز رو به زور میتونه بهتون شارژ بده. ولی یه آداپتور 67 واتی تو باکسش هستش که تقریبا توی نیم ساعت 83-85% رو شارژ میکنه، خیلی خفنه. از اون طرف فول شارژ شدنش هم 40-45 دقیقه طول میکشه. واقعا از نظر شارژ شدن خوبه ولی شارژ دهیش یکی از نقاط ضعفشه. حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، سرعت و عملکرد فوق‌العاده خوبه. به خاطر اینکه گوشی خیلی بزرگ نیست، پایین بودن حسگر اثر انگشت هم آدمو زیاد اذیت نمی‌کنه. بخش بعدی، بخش دوربینه. سنسور لنز اصلی 50 مگاپیکسله که عکسای نسبتاً خوبی میتونه بگیره. تقریبا ایرادی که میشه به عکساش گرفت اینه که دیتیل خیلی توش زیاد نیست. هستا ولی زوم بکنی از دست میره، یعنی مثلا رقیباش که تو این بازه قیمتی هستن خیلی عکسای پر دیتیلی رو نمیتونه بهتون تعبیر. کارو براتون در میاره،
ولی نقطه ضعفش همون دیتیل داینامیک رنج و کنتراست و سایه ها و رنگ و همه اینا خوبه، یه مقداری توی ثبت دیتیل به نسبت رقباش نقص داره. سنس توی حالت پورتره عملکردش خیلی خوب نیست، واقعا بعضی جاها سوژه رو از بک‌گراند نمیتونه به خوبی در بیاره، 50% 50-60% بیشتر نمیتونه درست تشخیص بده. روشنایی سوژه و اون نور و نورسنجی سوژه تو حالت پورتره هم خیلی خوب نمیتونه در بیاره. کلا یه ایراد دیگه در کنار دیتیل، نورسنجی دوربینش خیلی دقیق نیست، یه ذره اذیت کننده است. اگه بخواید عکس بگیرید باید وقت بذارید براش. عکسایی که تو حالت شب گرفته میشه عکسای خوبیه، واقعا عکسای خوبیه، ولی نه مثل Redmi Note 12 Pro Plus. نمیدونم ویدیوی اونو قبل از این گذاشتم یا بعد از این میذارم، ولی عکسای شبش هم قابل قبوله. سنسور 8 مگاپیکسلی اولترا وایدش عکسایی که میگیره یه مقدار بیروح میشه، به هم ریختگی تصویر نداریم، دیتیل ولی خیلی توش معلوم نیست، بعضن نویزی هم میشه. عکسای 2 مگاپیکسلی ماکرو هم که اصلا من راجبش صحبت نمی کنم، ولی عکسای بدی نیست. فیلم برداری 4K 30 فریم بر ثانیه رو داره که میتونه ویدیوهای فوق العاده با کیفیتی بگیره. استابلایزرش استابلایزر دیجیتالیه که کارو براتون شیرین در میاره، شیرین که در نمیاره، کارو براتون در میاره، شیرین نیستش که بگم استابلایزر خیلی خفنیه. پکیج دوربین اصلیش پکیج خوبیه، یعنی تو این بازه میتونه یه تیک خوب بگیره، تیک بزرگ نیست، تیک ضعیفم یعنی زبدرم نیست، معمولیه. اما دوربین سلفی 32 مگاپیکسل اصلی سلفی، 8 مگاپیکسل عمق میدان. یه دونه عکس سلفی براتون بگیرم. عکسای سلفی که ثبت میکنه فوق‌العاده است، کیفیت، رنگ و نور، داینامیک رنج، به خصوص داینامیک رنج. یعنی ما مشکل داینامیک رنج رو توی گوشی‌های پرچم‌دار هم داریم رو دوربین سلفی، ولی این گوشی اعجاب انگیز سلفی میگیره، فوق‌العاده سلفی میگیره. یه ایراد داره، اونم اتوفوکس نداره. عکسای پورتری سلفی به خاطر اون لنز 8 مگاپیکسلی، اون سنسور 8 مگاپیکسلی تشخیص عمقش تعریفی نیست. عکسای پورتری سلفی خیلی عجیبی نداره، یعنی با همون تاکسی و دو سلفی اگر اونجوری میتونست بگیره، بذار یه پورتری بگیریم. عکسای پورترش اونجوری که فکر میکنی نیست، ولی واقعا عکسای سلفی خفنی میگیره. دوربین سلفیش 10 از 10، واقعا عالیه. واقعا من روی آیفون 13 پرو مکس و 14 پرو مکس هم مشکل سلفی دارم، ولی این گوشی واقعا عکسای سلفیش خفنه، ولی فیلم برداری سلفیش خیلی خفن نیست، معمولیه. اون بخش بعدی بخش عملکرد پردازشیه، جایی که اسنپ دراگون 7 نسل 1 رو توی این گوشی میبینیم که کارو شیرین براتون در میاره، به درد بازی کردن میخوره، واقعا روون و سریع و خوب همه چی رو میتونه اجرا بکنه، محیط کاربری بدون لگ و باگه، ولی به درد بازی کردن نمیخوره به خاطر همون باتریه که بهتون گفتم. اندروید 12 با MIUI 14 اولش میاد، تا بیاد آپدیتو بگیرید. رابط کاربری عجیبیه، خیلی از امکانات و فیچرهایی که توی MIUI 14 رو گوشی‌های مثلا دیگه هست روی این گوشی نیست. مثلا اون سایدبار رو نداره، عجیبه و نمیدونم، شاید آپدیت ها درستش بکنه، ولی در مجموع رابط کاربری کره‌ایه. منتها مشکل گوشی‌های شیائومی تو رابط کاربری همون عدم دسترسی درست به اطلاعات در مورد بازنشر به روز رسانی هاست. عجب جمله‌ای. ولی آره دیگه، این شیائومی ها معمولا شانسیه، یه سری ها تا عمر دارن ازش استفاده میکنن، لذت میبرن، یه سری ها از همون اول که میگیرن دستشون با لگ و باگ مواجه میشن. اینم از این. بریم سراغ بخش آخر، بخش عملکرد اسپیکر و پخش موزیک همیشگی. یکی از برو بریم، این نصف صدا، صدا استریو نیست، ته صدا کیفیت صدا خوبه، کیفیت صدا واقعا خوبه، تفکیک خوبی داره، ولی صداش خیلی کمه، جک 3.5 هم نداره. یعنی مگه میشه 14 15 میلیون پول گوشی صدا استریو نباشه؟ بریم سراغ جنبندی. قبلش ممنونم از دیجیکالا که این گوشی رو برای بررسی در اختیار من قرار داد. اگه قصد خریدش رو داشتید میتونید از دیجیکالا سفارشش بدید با خیال راحت. بریم سراغ جنبندی. تو بخش طراحی معرکس واقعا از بس خوش دسته. من با گوشی های خوش دست خیلی حال میکنم. آیفون 13 پرو مکس و 14 پرو مکس و 12 پرو مکس رو که دارم تو این 3-4 سال اخیر واقعا روح و روانم رو اذیت میکنه، چون دستم رو اذیت میکنه انقدر که سنگین و بزرگ و یغور و تخت و تیزه، ولی این گوشی واقعا خوش دسته. اگه دنبال گوشی خوش دست میگردید
واقعا بهترین گزینه تو بازار 13 14 15 میلیون تومانه. تو بخش صفحه نمایش تیک بزرگ، واقعا بزرگ، خفنه. باتریش خیلی توقع نباید ازش داشته باشید. آداپتور 67 واتیش تیک خوب میگیره، توی بخش امنیت تیک خوب میگیره، توی بخش دوربین تیک معمولی میگیره، تیک معمولی سلفیش تیک فوق العاده خوب میگیره. دوربینه چیز پردازندش پردازنده ایه که از این بهترم هست، از این بدترم هست تو این بازه. پردازندش هم تیک خوب میگیره، اسپیکرش ضبط در میگیره. تو چند تا بخش، تو دو تا بخش ضبط در داشت، یکی شارژ دهی، یکی اسپیکر. تو بقیه بخش‌ها تیکای بزرگ و کوچیکو بهتون گفتم. حالا شما بگید تو این بازه قیمتی شلوغ 14 15 میلیون در کنار پوکو اف 5 ای 54 ردمی نوت 12 پرو پلاس 13 لایت و چند تا گوشی از موتورولا و حتی خود سامسونگ و بازی‌ها و بچه‌های دیگه، شما میرید سراغ این یا انتخابتون رقیباشه؟ ببخشید که یه ذره دیر به دستم رسید واسه بررسی، ولی سعی کردم همه این نکته‌هایی که باید راجبش بدونید رو بهتون بگم. یه مقدارم اینجا گرمه، اگر که پرفورمنس و اجرا و سوتی و فلان و اینا یه ذره به چشتون اومد ببخشید. خلاصه که خیلی گرمه، خیلی. این گوشی هم تقدیم به شما. تو کامنت ها اگر تجربه ازش دارید بنویسید. دمتون گرم که مثل همیشه تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اونایی که تا آخر ویدیو با من همراه بودن تو کامنت ها بنویسن سیب زرد، من اونا رو پیدا میکنم یه حالی بهشون میدم. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه، چون من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. چرا گفتم سیب زرد؟ میخواستم یه چیز بی ربط باشه که کسی ندونه دیگه. ها، لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب چنل یوتیوب یادتون نره که باعث دلگرمیه، چون من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست. مرسی از همراهیتون و تمام. کات.